سلام خدمت خودتان سینیت آژانس، خدمت تمامی بیننده های عزیز تلویزیون، خدمت تمامی او عزیزایی که لطف میکنن این برنامه را تهیه میکنن. امروز درباره یک موضوع فوق العاده مهم گپ میزنیم و تشکر از این که بر ما وقت دادین. امروز درباره مرچ صحبت میکنیم. من به خاطر امروز تصمیم گرفتم که مرچ انتخاب کنم. ما اکتیاد میواجهات دربارش معلومات دادیم، ولی نسبت به اینکه افغان ما نسبتاً وضع اقتصادی مشکلات داره، شاید همه افغان ها نباشن که میوه داشته باشن. امروز درباره امو ترکاری یا امو چیز صحبت میکنم که در سر دسترخوان همه افغان های ماست و فوق العاده علاقه مند افغانستان زیاد داره که اون مرچ است. مرچ برالی که اشکال مختلف داره، به اشکال فوق العاده زیاد تقسیم میشه و ایره من میفهمم، بیننده های عزیز تلویزیون شما هم میفهمین، ولی تورم ما میتونیم امو مرچ دلمه که بسیار آمیانه برش میگیم و مرچ های عادی هستن که امروز در بارش صحبت خواد کردیم. خدا کنه وقت برای ما بانه، کوشش میکنم در قالب 5 الی 7 دقیقه تمام مسائلی که مربوط به مرچ باشه خلاص کنم. مرچ معمولا شکل دلمهش از جمله مرچ های است که شیرین میباشه، تند نمیباشه و با اشکال مختلفی که همون سبز است، سرخ است، نارنجی است، زرد است تقسیم میشه. شکل سبزش نسبتا شیرینیش کمتر است، ولی باز سرخ و نارنجی و زرد شیرینیشان بیشتر است، ولی به مراتب تندیش هم از مرچ های دیگه که کمتر است. امروز ما در مبحث مرچ درباره مرچ ها گپ خواد زدم، ولی باید گفته شو از قبل که چیزایی که من با صحبت میکنم در عموما در قالب تمامی مرچ ها میان، یعنی تقریبا همه مرچ ها هم خاصیت داره، ولی شاید دلمه نسبتا کمتر و خاصیت داشته باشه. اون به خاطر امو داشتن کپساسین هست که امو ماده ای که به نام کپساسین هست به مراتب یا ماده تندی به مراتب به مرچ دلمه کم است و در اون مرچایی که این ماده زیاد است به اونو بیشتر صدق میکنه. حتی ما انواعی از مرچ ها هم داریم در کشور مختلف که فوق العاده تند هستن که با خوردن یک دونه از مرچ ها حتی میشه که زخمای معده و دفعتن حتی پرفریشن ها یا ایجاد شوه که حادثه های عظیم در سالهای قبل در زمانی که مردم مرچ میخوردن و رقابت میدادن زیاد دیده میشد. کپساسینی که در تمامی مرچ ها دیده میشه، حتی مرچی که کم تند است، حتی مرچی که زیاد تند است، ولی کمی اسکیلش فرق میکنه، اندازش فرق میکنه که تو توسط سکوویل اسکیل که به نام یک اسکیل اندازه‌گیری تندی مرچ است اندازه میشه، در تمامی مشان وجود داره. خاصیتی که کپساسین داره او خاصیت معجزه آسا هست، برای که بر چشمای ما تاثیر داره، برای که سر ویتامینایی که مرچ داره سر از هم صحبت خاط کردیم، ولی کپساسین از جمله چیزایی هست که از جمله انزایم ها یا از جمله ماده های است که تندی هر چقدر که یک مرچ زیاد باشه اونقدر تندی از او زیاد است. خاصیت دیگه از او امی هضم، خاصیت هضم آورش است یا خاصیت داره که وقتی که ما مرچ میخوریم نسبتا با سیستم گوارشی ما موافقت داره، سیستم گوارشی ما رو فعال میسازه، فعالیتش بیشتر میسازه و اگر کسی اسهال است یا سوی هضم داره به او کمک میکنه و زمانی که ما میخوریم هم ای باعث فعال شدن یک سیستم میشه به نام سیستم سمپاتیک. اول من این پروسه رو تشریح میکنم که تندی چی رقم ایجاد میشه با سر سیستم سمپاتیک میم و فایده که سیستم سمپاتیک برای کسی که مرچ میخوره ایجاد میکنه چی هست. زمانی که ما مرچ میخوریم تندی رو احساس میکنیم و عین امو اعراض علائمی که بعد از سوختگی پیش یک انسان ایجاد میشه عین اعراض علائم تولید میشه. او اعراض علائم با مو سرخ شدن هست، عرق کردن هست، ضربان قلب بلند میشه، درد است و سوزش است، نسبتاً ها بزرگتر میشه، نیورون ها اساس میشه. با خوردن از این ما احساس میکنیم که حالا تازه تازه هم دیگه من میسوزم و از این فعالیت از این زیاد چیزا هم میتونه استفاده شه. برای که این دفعتن برای انسان سوزش آور است، ولی در دوام مدت دردها را کاهش میده. دوام مدت به خاطر از اینکه نیورون ها را خراب میسازه، نیورون ها برش آسیب میرسانه، با سو یک عوارض جانبیش است که به دبز امراض استفاده میشه. مثلا کسایی که زونا دارن، کسایی که مستکتومی شده یعنی به خاطر سرطان این سیدیشان قطع شده و کسایی که از دردهای مزمن رنج میبرن معمولا با سونو که براشون توصیه میشه مرچ زیادتر بخورن، باز به خاطر همین خاصیت از بین بردن این نیورون ها، از خاطر تخریب کردن نیورون ها، اونا معمولا کسایی هستن که دردشان باز کاهش پیدا میکنن، چون همون نیورون هایی است که درد را انتقال میده به مرکز اعصاب و ما احساسش میکنیم و در این حال با می خاصیتش یک سیستم فعال میکنه به نام سیستم سمپاتیک است. سیستم سمپاتیک
سیستم است که معمولا انرژی تولید میکنه، انرژی را به مصرف میرسونه، متابولیزم بیشتر میسازه. زمانی که متابولیزم بیشتر شد، شکل کاتابولیزم فوق العادهش متابولیزم میفهمیم که آنابولیزم داره، کاتابولیزم داره. آنابولیزم وقتی که پروسه است که به بدن ما ساخته میشه، یک چیز ساخته میشه، و کاتابولیزم که ما یک چیز را تجزیه میکنیم و او را به بدن خود استفاده میکنیم. این پروسه زیاد میشه. طبیعی است که زمانی که ما یک انرژی را میگیریم و در مقابلش انتیک ما زیاد است، ما چیزی را که مصرف میکنیم کمتر است، ما وزن میگیریم، و او زمان است که امی مرچ برای ما کمک میکنه. با فعال کردن سیستم سمپاتیک ما کربوهیدرات را به مصرف میرسانیم، و هر قدر کربوهیدرات انرژی مصرف شه، اونقدر ما احساس سرحالی میکنیم، و اونقدر ما احساس میکنیم که به طرف داشتن یک وزن ایدئال پیش میریم. یعنی یکی از خصوصیات خوبی دیگه مرچ داشتن خاصیت فعال کردن سیستم سمپاتیک است. مرچ برای اولی که فایده ها داره، ما باید اول بگم که زیاد گپ ها درباره مرچ است، ولی من احساس میکنم که وقتی که به ما داده شده و ختم میشه، برای اولی که فایده داره، یک تعداد نقصه هم داره. از جمله نقصهش امید زیاد ساختن اسید معده هست، پروفریشن هایی است که من در اول گفتم پیش بعضی کسایی که در مقابل از اساسیت داشته باشه، باز اتم میتونه پروفریشن ایجاد کنه که عادث های عزیز زیاد هست، و ما در رقابت ها اتم ویدیوی شدیدیم که در این حال با دواهای عاجل کنترل نشده تا به اتاق عملیات نفر برده شده. به هر حال این عادث همیشه واقع نمیشه. یک نوع مرچ که فوق العاده تند است با اون نوشی شاید ایجاد شوه. یکی خاصیت دیگهش هایپر اسیدیتی است که اسید را پیش ما زیادتر میسازه. یعنی وقتی که ما تبیست کسایی زیاده که امروز اسید معده دارن، وقتی برنامه را میبینن، اونا احساس خود کردن که با مرچ خوردن تکلیف های از اونا بیشتر میشه، دلجوشی از اونا بیشتر میشه. بله بیشتر میشه، ولی باید گفته شود که شما شاید از اوش ملکسایی باشین که فوق العاده از مرچ زیاد استفاده کردین. وقتی که مرچ به اندازه‌ش استفاده شود، فایده‌اش داره، بس او وقت به هیچ وجه باعث زیاد شدن اسید معده نمیشه. دوباره مرچ به خاطر اندازه ازی که ما چقدر باید استفاده کنیم، باید گفته شود که او ارتباط میگیره به نوع از مرچ. مثلا اگر ما دوباره مرچ دلمه صحبت کنیم، مرچ دلمه شاید زیاد استفاده کردن از او قدر مشکل نداشته باشه، برای اولی که تندی نداره، فایبر هم داره، آب هم داره، انرژیش هم کمتر است، و کسی که یه وزن ایدئال میخواهد، طبیعی است که او میتونه با خوردن این مرچ دلمه شکمش زودتر سر کنه، یا زودتر برش امی احساس سیری ایجاد شوه. درباره مرچ دلمان باید گفته شوه که یک خوبیش ایست که کسایی که در مقابل تندی اساسیت داره، بس میشه از مرچ دلمه استفاده کنه. روز یک دانه تا دو دانه هم بس قدر مشکل ساز نیست، ولی در مقابل مرچ هایی که تند هستن، مثلا یک مرچ هست فوق العاده تند است، شاید یک دانش به یک روز کفایت کنه، چون با سو انزایم کپساسین زیادتر داره، و بیشتر یادم رفت که انزایم های A, C, E, D از جمله ویتامین B این چیزهایی است، مگنیزیم، سدیم، پتاسیم، کلسیم که در مرچ دیدم میشه. حالا اگر مرچ کس کمتر تند است، بود خوردن دو دانش سه دانش قدر مشکل ساز نیست. برای یک مدت طولانی شما سالها میتونین مرچ بخورین، ولی باید متوجه خودم باشین. اقدر زود دوباره میوجات، دوباره همین میوجات باید من امروز باید بگویم که اقدر زود پیش ما عوارض جانبیش تشکیل نمیشه، اقدر زود عوارض جانبیش پیش ما ظاهر نمیشه. شاید سالها را در بر بگیره که یک عرض خراب از یک میوه پیش ما ایجاد شود، ولی بازم خوب است که من از یک کسی که آگاه هست درباره صحتش میفهمه کمتر و استفاده شود، و متوجه از این آدم باشه که چقدر استفاده کنه و چقدر استفاده نکنه. و این بحث امروز ما بود. امروز درباره مرچ صحبت کردیم. گپای زیاد درباره مرچ هست که باز اگر برنامه دیگه وقت ماند، برنامه بعدی باز سر یک خاصیت خاص کدام از اینا صحبت میکنیم. تشکر.